گلچین هفته. سلام، 109 برنامه گلچین هفته را با پیش درآمد افشاری، اثر شادروان وزیری تبار آغاز میکنیم. این پیش درآمد را گروه سماعی اجرا کرده است. که شنیدید پیش درآمد افشاری، اثر شادروان وزیری تبار بود با اجرای گروه سماعی. جلوه گل نام تصنیفی است از هنرمند کهنسال ما جواد بدیزاده که در حدود نیم قرن پیش ساخته شده است. اجرای تازه این تصنیف را گروه سماعی با صدای محمد گلریز به عهده گرفته و به پیشنهاد خود آهنگساز در شعر آن تغییراتی برای هماهنگی بیشتر داده شده است. موسیقی
چنگ بانگ بلبل کرده صحنه چمن پر ز قلقل کرده صحنه چمن پر ز قلقل می چکد جاله از چهره گل مطرب و نغمه ای تازه سر کن داغ دل خستگان تازه تر کن شب همه شب نغمه به لب قصه سر کن یار حزین قصه این چشم ترگو وین شب عاشقان را سهر کن ببو به ساقی نسیم سحری شد سپری عهد خزان بیا به عاشقان به پیما قدحی خون دل دخت رزان از غم عشق شد دلم خون و از ره چشم رفت بیرون ای عشق آخر کردی از خود بی خبرم با یک جلوه ناگه بردی دل زبرم چون سر زلفش شد دل زارم از تو پری آفتی اما بر دل عاشق مرهم ریش تا آخر ای فتنه چیر از زن دل بلای جان ها از آتش پر شرر رفت به بان چه خانمان ها از تو آمد شکافت به فریاد از تو بر سر با گل رفت بیداد ساقی اگر برخیزد باده به جامم ریزد جان من از می فروزد مطرب اگر بنشیند ناله عاشق بیند آتش عشقش بسوزد موسیقی
بر کشد پرده دلهای پرخون، بر کشد پرده دلهای پرخون، نغمه جان فضای همایون، نغمه جان فضای همایون. از عارف قزوینی تصنیفی است با نام دل هوس سبزه و صحرا ندارد که ارکستر رادیو تلویزیون ملی ایران آن را با تنظیم استاد جواد معروفی و صدای سیما بینا اجرا کرده است. Thank you.
بارها در برنامه‌های گلچین هفته به این نکته اشاره کرده ایم که رو آوردن جوانان به موسیقی ایرانی، چه به عنوان نوازنده، خواننده و آهنگساز و چه به صورت شنونده، یکی از پایه‌های ماندگاری و پیشرفت موسیقی وطن ماست. زیرا اگر جوانان دنبال کار استادان و پیشکسوتان را نگیرند و تجربه و دانش پیشینیان را با همت و نیروی جوان خود نیامیزند، امیدی به زنده ماندن و اعتلای هیچ هنری نمیتوان داشت. داریوش طلایی یکی از این جوانان است که سالها از خرمن استادان موسیقی ایران خوشه چینی کرده و امروزه که هنوز بیش از 26 سال ندارد، یکی از نوازندگان چیره دست تار به شمار می رود. داریوش طلایی از 11 سالگی به هنرستان موسیقی ملی رفت و نواختن تار را نزد هوشنگ ظریف، حبیب الله صالحی و استاد علی اکبر شهنازی آموخت و آنگاه در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران به تحصیل در رشته موسیقی ادامه داد و در مرکز حفظ و اشاعه موسیقی ایرانی به نوازندگی تار و ستار و مطالعه و تدریس پرداخت و در محضر استادانی چون نورعلی برومند، سعید هرمزی، یوسف فروتن و عبدالله دوامی ردیف‌های مختلف و تصنیف‌های قدیمی را فرا گرفت و اکنون در دانشگاه تهران به عنوان مربی موسیقی به تعلیم شاگردان مشغول است. در برنامه امروز داریوش طلایی با نواختن پیش درآمد و رنگی از استاد علی اکبر شهنازی، گوشه‌هایی از دستگاه سه‌گاه را به همراهی ضرب ناصر فرهنگفر برای شما می‌نوازد. حالا به ترانه گل باغ آشنایی ساخته مصطفی کسروی گوش می‌کنید. مصطفی کسروی این آهنگ را بر روی غزلی از عراقی ساخته و شجریان آن را به همراهی ارکستر رادیو تلویزیون ملی ایران خوانده. از جمله آثار دلانگیز شادروان ابوالحسن صبا، چهار مضراب‌های سه‌گاه، ماهور و اصفهان اوست که هر کدام از شاهکارهای موسیقی ما به شمار می‌آیند. فرامرز پایبر، شاگرد و همکار استاد صبا این چهار مضراب‌ها را به هم آمیخته و با تنظیمی تازه اجرا کرده است. Thank you.
چهار مزراب بهارمست همراه با چهار مزرابهای معروف ماهور و اصفهان اثر استاد سبا را با اجرای گروه پایبر در مخالف سگاه شنیدید و به همین جا 109